خب چهارشنبه است و طبق روال معمول رضا ملک‌پور با بخش مد و سبک زندگی همراه ماست. رضا صبحت بخیر. از دنیای مد چه خبرهای تازه‌ای برامون داری؟ خیلی خوشحالم که اینجا هستم فریبا جان و طبق معمول این مد، دنیای مد و لایف استایل و سبک زندگی پر از خبرهای جذاب و شیرینه و شاد و رنگی. دقیقاً. و خوشبختانه یه نکته مهمش اینه که ما امشب یه مهمون ویژه‌ام داریم که به لطف برنامه ما میافزه. ولی یه سری چند تا خبر کوتاه بوده که ما با هم اگه موافق باشی نگاهی بکنیم به خبرهایی که تا یه هفته گذشته بود. حتما میبینیم با هم. از کودکی خوب بپوشید، این شعاری است که برای دومین جشنواره ملی طراحی پارچه و لباس کودک و نوجوان برگزیده شده. کارگروه ساماندهی مد و لباس گفته هدف انتخاب این شعار فرهنگسازی در حوزه پوشاک کودک و نوجوانه و البته توجه به ساختار و زیبایی پوشاک، بهداشت جسمی و روحی و روانشناسی کودک. این دوشنبه برای مدارس مازندران روزی ویژه بود، روزی برای آشنایی با هویت و فرهنگ بومی منطقه. در این روز دانش آموزان، آموزگاران و کارکنان مدرسه های این استان شمالی همگی با لباس های محلی بر سر کلاس ها حاضر شدند. به علاوه دانش آموزان با نان و خوراکی های محلی پذیرایی شدند تا بیشتر از سنت های مازندران بدونند و از فرهنگی که به ارث بردند. خب این خیلی جالب بود. نکته آخر که گفته شد در مورد اینکه همه با لباس محلی تو مازندران، بچه‌ها و معلمین و غذاهای سنتی بسیار بسیار عالی. اما ماجرای اون شعاری که در مورد اون جشنواره مد و طراحی لباس کودکان مطرح شده بود چی بود؟ نکته جالبش اینه که این وقتی که این شعار مطرح شده، به این نکته اشاره شده همونطور که شنیدیم که چگونه از بچگی لباس خوب بپوشیم. این نکته ای که میگیم خوب، خیلی خوب لغت بسیار واژه بسیار بزرگیه، یعنی وسیعه، خیلی موارد رو میتونه شامل بشه. دقیق به این موضوع پرداختن نشده که آیا واقعا خوب به معنی خوب از جنبه کیفیت و لوکس بودن، خوب از جنبه اخلاقی که چجوری لباسا تهیه بشن، خوب از این جنبه که سازگار با محیط زیسته، این هنوز خیلی قشنگ مشخص نشده و ما همچنان منتظر هستیم و چشم انتظاریم که به این رخداد برسیم و وقایع اون رو کند و کاو بکنیم و بررسی کنیم. ولی از این موضوع که بگذریم، حالا این خبر جالب ایرانه، بریم تو دنیای مد. همه فکر میکنن وقتی حرف مد میاد، خیلی همه که نه، ولی خب خیلی ها فکر میکنن که مثلا مد فقط از غرب میاد و یه جوری مد انگار با غرب زدگی عجین شده. ولی در اصل در واقع اینطور نیست. شرق هم مد، ساختار مد خودشو داره، طراحای خودشو داره. پاکستان یه کشوریه که اونم بر اساس فرهنگ و هنر و سنتایی که خودشون دارن، لباسای خودشونو دارن و طراحاشون با در اصل توجه به هنر و اون صنایع دستی خودشون اومدن لباسایی رو طراحی کردن، حتی با اینکه در لندن هستن، در خارج از کشور. ما میریم یه نگاهی داشته باشیم به یه رخدادی که در لندن بوده برای هفته مد پاکستان. بسیار عالی، میریم میبینیم. لباس عروس‌های پاکستانی مدرن مزین به سنگ‌های قیمتی و مرواریدهای اصل که گاه قیمت آنها چیزی فراتر از تصور است. و البته لباس عروس‌های سنتی قرمز که یادگاری به جامانده از سنت کهن شرق است. آنچه که چشم همگان را خیره می‌سازد ولی در آخر نصیب نو عروسان متمول می‌شود. پاکستان شاید جزو معدود کشورهایی است که طرح‌ها و لباس‌های سنتی‌اش را به دست فراموشی نسپرده و همچنان به آنها وفادار مانده است.
این لباس آنگارکا نام داره، لباس سنتی پاکستانه که برای طراحی اون از نقش‌ها و طرح‌های سنتی پاکستان الهام گرفته شده. چندین دوزنده و طراح روی این ماها کار می‌کنن. معمولاً این لباس با یک شلواری پوشیده میشه که گارارا نام داره. این شلوار هم در اصل طرح سنتی داره و قدیم‌ها حجم بیشتری داشته، ولی امروزه کمی حجمشو کوچیک‌تر کردن که کمی مدرن‌تر بشه، ولی جزء لباس‌های سنتی پاکستانه که بسیار هم معمول و رایجه. شو مد پاکستان تصویری کاملاً متفاوت از تصویر ذهنی یک کشور اسلامی متعصب را به نمایش می‌گذارد. آنگونه که در طراحی برخی از لباس‌ها آشکارا ردی از تلفیق سبک شرق و غرب نمایان است. ما کلی نخهای مختلف داریم که تو غرب استفاده نمیشن، همینطور پارچه. مد پاکستان البته کلی مد تلفیقی داره. بیشتر لباسایی که تو استودیوی من میبینید الهام گرفته از شرق و غرب هستن. یه جور ترکیبه. ما فرهنگ غنی داریم، برای همینم رنگای فاخر رو انتخاب میکنیم. رنگها، الیاف و طرح‌ها مد ما رو از غرب متمایز میکنه. و گاه بهره‌گیری از فناوری‌های مدرن که جلوه بخشی شیوه‌های سنتی را دوچندان می‌کند. خیلی از طراحی‌ها از نقش‌های سنتی الهام گرفتن. ما آخرین تکنولوژی‌ها مثل چاپ‌های دیجیتال رو استفاده می‌کنیم و بعد با دقت تمام اونا رو سوزن‌دوزی می‌کنیم. کلی کارهای دستی روی لباس‌ها مثل گلوزی‌های کاملا سنتی پاکستانی که بخش بزرگی از فرهنگ ما هستن و ما از اونا برای طرح‌هامون بهره می‌گیریم. و در آخر حضور مردان بر صحنه مد در پوشش شروانی یا همان لباس‌های نفیس دامادی، آنچه که سهم انکارناپذیر مردان از دنیای مد را بدون هیچ تردیدی به اثبات می‌رساند. خب حالا مهمون نازنینی که وعده‌ش رو داده بودیم اینجا کنار ما نشسته، حدیث عزیز. سلام. خوشحالیم که اینجا پیش ما هستی. حدیث جان، خب تو خودت تو این هفته مد پاکستان حضور داشتی. ولی یه چیزی که خیلی برای من جالب بود که پاکستان یک کشور اسلامی، من داشتم در مورد این برامون توضیح بدی، بالاخره تو اونجا حضور داشتی، یک کشور اسلامیه، شاید انتظار میره که لباس‌ها خیلی پوشیده باشه و خیلی مثلا سبک موقر و با رعایت یه سری اصول، ولی اینطوری لباس‌ها در اصل نبود، لباس‌ها خیلی مدرن بودن و بعضیشون خیلی باز بودن. تو فکر می‌کنی چرا اینطوری بود لباس‌ها؟ رضا جان، من فکر می‌کنم نسل جدید زنان پاکستانی بیشتر می‌خوان اون از نظر فرهنگی خودشون رو مطرح کنن، هویتشون رو در اصل به نمایش بذارن تا اون برچسبای مذهبی که همیشه روی خودشون و کشورشون خورده. و نسل جدیدی که هستن توی اروپا به خصوص خیلی الهام میگیرن از طرها و پترنایی که قبلا بوده، ولی به حالت خیلی مدرن تر اومدن این لباسا رو به نمایش گذاشتن که من کارشون رو فوق العاده دوست دارم. فوق العاده کار دیتیلز و زمانبری لباساشون با جزئیات زیاد. البته من فکرم نقش رسانه‌های اجتماعی رو باید به موثر بدونیم تو این زمین، اونم تاثیر گذاشته. خیلی زیاد، خیلی زیاد. حدیث، من از تو میخوام که به عنوان کسی که به هر حال تو کار مدلینگ بوده، تو این عرصه فعالیت کرده، بیشتر از سابقه و کارهای خودت بگی و چطور شد که اصلا وارد عرصه مدلینگ شدی؟ خیلی جالب بود، چون من وقتی که ایران بودم همیشه به متلک میبرندن، چون من قدم خیلی بلند بود و دوره نوجوانیمو اینطوری گذروندم که شاید داشتن قد بلند همچنین فاکتور خوبی هم نیست. ولی وقتی که اومدم اینجا توی سن 17 سالگی، همه آژانس‌های مدلینگ خودشون با من تماس گرفتن که باشون همکاری داشته باشم و برام جالب بود که توی دو تا جامعه چطور میشه به مدلینگ نگاه کرد و چقدر فرق داره جامعه اروپا و چیزی که توی ایران بود. من از همون 17 سالگی شروع کردم موقعی که اومدم و الان حدود 6 ساله که فعالیت دارم توی بیشتر هفته‌های مد فشن لندن، پاکستان و خیلی نمایش اختصاصی دیگه بودم توی لندن.
حدیثا حالا اشاره کردی به قد بلند به عنوان یک فاکتور برای مدلینگ. خب خیلی ها دوست دارن که وارد این عرصه بشن. آیا داشتن قد بلند یک الزامه؟ آیا وقتی بحث مطرح میشه که کسانی که خانم‌ها یا آقایون که سن بالایی دارن نمیتونن یا محدودیت‌هایی دارن برای ورود به عرصه مدلینگ؟ آیا اینطوریه؟ فکر می‌کنم در گذشته فاکتورهای فیزیکی خیلی مهم بود برای عزیزانی که علاقه‌مند بودن وارد حوزه مدلینگ بشن، ولی الان جدیداً مدلینگ یه عرصه شده که همه میتونن توش حضور داشته باشن، هر چقدر که سنتون بالا باشه یا اصلا لازم نیست که از نظر فیزیکی محدودیتی داشته باشید. و فکر میکنم مدلینگ داره به یه سمت جدیدی میره و جالبه که اینطور. من اتفاقا توی بعضی از فروشگاه اینجا یه سری مدل‌ها رو میبینم که حالا به هر حال یه مقدار فربه‌تر هستن. بله. از اون تصوری که ما داریم یه مدل باید خیلی ترکه و خیلی حالا اندام کشیده و لاغری داشته باشه به این صورت نیست، و فکر میکنم واقعا همونطور که تو هم اشاره کردی یک انقلاب داره در مدلینگ صورت میگیره. حالا خیلی جالبه که اخیراً یه آژانس مدلینگ و برگزار کننده شو مد در مسکو اومده برای شو اخیرش از مدلای استفاده کرده که سنشون بالای 50 ساله و خواسته نشون بده که در اصل مد برای همه است، آدم‌ها باید از مد بهره ببرن، لذت ببرن و این محدود به سن و جنسیت و اینا نمیشه در اصل. و این خیلی نکته جالبیه. ما میریم یه نگاهی به این داشته باشیم. از اینجا البته خدافظی میکنیم با همه دوستان و عزیزان و میریم که ببینیم یه نگاهی به این شو مد تو در مسکو داشته باشیم. ممنون از حضورتون. حدیث صادق ایوبی مدل و رضا ملکپور همکار ما که اینجا همیشه از دنیای مد و فشن و زیبایی و رنگ میریم با هم این پکیج رو میبینیم. نمایش مد و کتواک مدل هایی که کمی با مدل های معمول در شوهای مد تفاوت دارند. شو مد مچور بیوتی یا زیبایی بلوغ یافته در شهر مسکو این فرصت را برای زنان بالای 50 سال فراهم آورده که زیبایی را فارغ از محدودیت های سنی به نمایش بگذارند. به نظر من که خیلی جالبه، یه جور ماجراجوییه. من میخوام به اونایی که بالای 50 سال هستن نشون بدم که چطور با سنشون قشنگ و درست کنار بیان. ما میدونیم که از اونها مدل نخواهیم ساخت و هدفمون هم این نیست. برای همینم تمام تمرین ها برای رهایی و گشایش حس درونه، برای مردم که از حضورشون خجالت نکشن، روی صحنه همونی باشن که توی زندگیشون هستن یا برعکس تو زندگیشون اونی باشن که روی صحنه هستن. برگزاری این شو مد بار دیگر این پرسش را در ذهن ها برانگیخت که آیا این مد است که باید در خدمت مردم باشد یا اینکه این مردمند که خود را در خدمت مد می‌گمارند؟